بیماری قارچی تو فصل بهار لحظه به لحظه گسترش پیدا میکنه. هر یک ساعت مهمه، هر چند دقیقه مهمه. خیلی زود دست به کار بشید و این ویدیو رو تا انتها ببینید و رو بوته‌هاتون اجرا بکنید. این از بارون قبلی این شکلی شده. تا وقتی که بارون میباره این بوته‌ها سالمن، سرحالن. وقتی بارون بند بیاد شما رو غافلگیر میکنه. میرید تو باغ میبینید یه تعدادی از این بوته‌ها پژمرده شده. مهم هم نیست که چه اندازه‌ای باشن. تا همون روزای آخری که دارید محصول برداشت میکنید و این بوته‌ها کل باغ هم پر کردن، باز هم بیماری‌های قارچی بوته میری سراغشون میاد. ببینید کاملا پوسیده شده، له شده. پاینده ایران و درود به همه شما دوستان عزیزم. اگه تعداد بوته‌هایی که دارن پوسیده میشن زیاده، همزمان با اینکه شما پیشگیری میخواید بکنید، بذر جدید هم آماده بکنید، بذر جدید بکارید. توی این فصل هر یک روزی که عقب بیفتید از اون ور موقع برداشت محصول 10 روز فرق میکنه. ببینید توی هر چاله ما 4-5 تا بوته برامون کافیه. الان من 1-2 از دست دادم، 2 تا دونه مونده. این 2 تا به محصول میده اما کارمون ناقص میکنه. ببینید الان اینجا یکی دیگه پوسیده شده. معمولا هم اونهای پوسیده میشن که بغلشون علف خشک و اینطور چیزا باشه. اونایی رو که ما دقت کردیم، علف مرده و اینا رو جمع کردیم، اونا در امان هستن. هم برای پیشگیری و هم برای درمان از این دارو میتونید استفاده بکنید، همون متالیکسیل مانگوزبه که من قبلا هم احتمالا معرفی کردم، شما هم اینو دیدید. این متالیکسیل گرانوله، استفادهش هم راحت تره. مثل کود دادن، مثل پودر پاشی کردن، اینو روی خاک میریزید قبل از اینکه اصلا بذر بکارید. یک قاشق غذاخوری این اندازه، حدود 10 گرم. این برای 10 لیتر آب، یه آب پاش 10 لیتر. به این ترتیب تمام این چاله رو خیس میکنم. اونقدر زمین نرم شده علامت پام اینجا میمونه. حتی بارونم اگر نیاد تو فصل بهار رطوبت و دما گیاهانمون رو مستعد بیماری های قارچی میکنه. وقتی بارون بیاد، چند روز ابری و بارونی داشته باشید، اتفاقی نمیفته. به محض اینکه هوا خوب بشه، به محض اینکه آفتاب بشه، بوته‌هاتون شروع میکنن به پژمرده شدن، از زیر پوسیده شدن. بس منتظر بهتر شدن هوا نباشید، تو همین بارون بیایید از پودر قارچکش استفاده بکنید. این داروی قارچکش متالیکسیله. شما هم میتونید اینو با آب ترکیب بکنید، دور محصول بریزید، هم میتونید تو همین شرایط بارونی اینو بیارید دور بوته‌ها بریزید به این شکل. همراه با بارون این به تدریج آب میشه و جذب خاک میشه و از هر نوع بیماری قارچی پیشگیری میکنه. حتی یک روزم دوره کارنس نداره. نیاز نیست بعد از اینکه اینو استفاده کردید صبر کنید. همون فردای اون روزم میتونید اون محصول برداشت کنید و استفاده بکنید.
بوته میری قابل درمان نیست. گیاهی که پژمرده شده، گیاهی که مرده، هرگز دیگه درست نمیشه. هیچ دارویی نمیتونه اونو درمان بکنه. فقط ما با استفاده از قارچ‌کش بیماری‌های قارچی که توی خاک وجود دارند رو از بین میبریم و پیشگیری میکنیم به سرایت دیگر بوته ها. اگر هیچ نوع قارچ‌کشی ندارید، در شرایط اضطراری میتونید از خاکستر چوب استفاده بکنید. خاکستر مقدار زیادی سیلیس داره، پتاسیم داره و کمی گوگرد داره که تا حد قابل قبولی میتونه از گسترش بیماری های قارچی پیشگیری بکنه، اما درمان نمیکنه. خاکستر رو به این ترتیب بیارید نزدیک بوته بریزید، به این شکل. قبلا کامنتایی در مورد خاکستر من داشتم که بعضی عزیزان میگن خاکستر توی خاکهای غلیایی خوب نیست. اصلا توی خاک غلیایی، تو شهرهایی که آب و خاک خشکی دارن یا یه مقدار به شوری میزنه، اینقدر بیماری قارچی فراوان نیست. بیماری های قارچی برای خاکای اسیدی هن، خاکای هستن که نیتروژنشون بالاه و همین پتاسیم و خاکستری که ما اضافه کردیم کمک میکنه اسیدیته خاک رو پایین میاره، پهاش خاک رو تنظیم میکنه. مسلمن خاکستر مثل پودر قارچ‌کش تأثیر 100% نداره، اما 60-70% تأثیر گذاره. استفاده از قارچ‌کش هم ابدی نیست، یعنی اینطور نیست که یه بار شما قارچ‌کش بزنید دیگه تا آخر خیالتون راحت باشه. باید تکرار بکنید. تو مواقع بارانی، مواقع ضروری مثل این، شما بایستی هر 5 روز یک بار یا با مانگوزب اینا رو معلول پاشی بکنید، یعنی آبیاری بکنید، خوب خیسش کنید، یا از این پودر استفاده کنید و اینطوری دورش بپاشید. اون مرحله اولی که ما با مانگوزب اینا رو آبیاری کردیم، اینا در حال پوسیده شدن بود، در حال خراب شدن بود و قشنگ مشخصه که آثار بیماری رو اینا هست. تو اون بارون 5-6 روز پیش اینا بیمار شده بودن، در حال پژمرده شدن بود. با اون مانگوزب که اینا رو آبیاری کردیم، خیلی هاشون رو ما نجات دادیم و اینهایی هم که سالم بودند سلامتشون رو حفظ کردیم. اگه ما اون قارچ‌کش استفاده نمی کردیم، بیشتر این بوته ها مرده بودن تا حالا.